سلام، این هفته در آفساید ماجرای جنجالی پولشویی در نظام رو زیر ذره بین آفساید میبریم. ماجرای پولشویی این بار از اواخر آبان ماه شروع شد، وقتی که محمد جواد ظریف توی مصاحبه با یکی از رسانه‌های حکومتی که ظاهراً هم قرار نبود توی تی وی ریش پخش بشه، یه جایی سه تا صندلی نرم و گرم گذاشته بودن، داشتن با هم گپ می‌زدن. اونجا دیگه خیلی احساس خودمونی بودن بهش دست داده بود و ظریف اعتراف سنگینی کرد که براش دردسرساز شد. ظریف می‌خواست سر اینکه چرا FATF هنوز تصویب نشده و بعضیا باش مخالفت دارن و نگرانن از خودش دفاع کنه، که یک دفعه زد به کاهدون حریف و دست جناح رقیب رو در پولشویی رو کرد. اما فکر میکنم پشت برخی از این فضاسازی های نگرانی هم منافع اقتصادیه. بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت بازه. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟ والا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن. هرچند که ظریف میخواد با مارموزبازی وانمود کنه که کسی رو نمیخواد متهم کنه، ولی نشانه هایی میده که جای تردید باقی نمیذاره که منظورش کیه، چون وگرنه کدوم ارگان قدرتمندیه که هم با امضای FATF مخالفه، هم در این زمینه فضاسازی میکنه، هم توان مالی داره، هم معاملات 30,000 میلیاردی انجام میده؟ واقعا کدوم ارگانه؟ خب وزارت خارجه ای که مجموع بودجش 1100 میلیارد تومنه، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارن به بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور. یه فضایی درست کردن کسایی که یه قلم معاملهشون ممکنه 30,000 میلیارد توش منافعی جابجا بشه، اینکه کل بودجه وزارت خارجه رو در واقع هزینه یک قلم تبلیغاتشون بکنن. همین نشانه ها کافی بود تا توپخونه تبلیغاتی جناح رقیب هم راه بیفته و شروع کنه به شلیک متقابل. اونم چه شلیکی. کیهان خامنه ای از رو بست و گفت اگر مدعیان پولشویی سند نیارن باید محاکمه بشن. نمایندگان مجلس از جناح دلواپس هم رفتن روی منبر که تو به ما میگی پولشویی؟ اگر قرار به پولشویی باشه که شما هم دست تو کاره. خب قوانین داخلی داریم، شما اگر اهل مبارزه با فساد اولا بودید همین دور برای خودتون یه مقدار جمع جور میکردید، یه دستی زده بشه به این اطرافیان خودتون معلوم میشه از کدوم قسمتاشون فساد میباره، تقریبا روشن هم شده، اعلام هم شده. اگه شما اهل مبارزه با پولشویی میبودید که توی چند سال یک گام بر میداشتید دیگه. جماعت روحانی که دیدن اوضاع داره خیت میشه و ممکنه دست خودشون هم رو بشه، افتادن به مالکشی قضیه تا این رو خیلی عادی جلوه بدن. این موزه آقای ظریف نیست، موزه دولت هستش. آنچه که آقای دکتر ظریف مطرح کردن بحث مبارزه با فساد، مبارزه با پولشوییه. من دو سه تا از مصداقاشو میگم. پولشویی یعنی قاچاق، پولشویی یعنی ورود مشروبات الکلی، پولشویی یعنی ورود مواد مخدر و هر کار دیگر. ایشون هیچ نهادی رو، هیچ ارگانی رو، هیچ بخشی رو متهم نکرده. ببخشید، هیچ ارگانی رو متهم نکرده؟ پس اینجا داره از کی صحبت میکنه ظریف؟ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارن به بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور. بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور، یعنی تو این کشور اصلاً مگه ارگان قدرتمندی خارج از دایره حکومت وجود داره ها؟ بعد اگر مثلا پولشویی وجود داشته باشه، طبق قانون خودشون کدوم ارگان باید باش برخورد کنه؟ رئیس شورای عالی مبارزه با مواد مخدر قاچاق کالا جز رئیس جمهور است؟
آیا یکی از وظایف وزارت اقتصاد مبارزه با پولشویی نیست؟ آقای دکتر ظریف اومدن در یک رویکرد نسنجیده یک حرفی رو زدن که قبل از هر چیز دولت رو زیر سوال بردن، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن. آقای دکتر ظریف، شما اگر ادله‌ای در ارتباط با این موضوع داشتین و دارین، حتما باید این رو به مجری اون که وزیر اقتصاد هست ارائه می‌کردین. پس اگر هم فهمیدی که کی داره پولشویی میکنه، سوال اینه که چرا خود دولت که به اصطلاح باید با اینجور مسائل برخورد کنه وارد نمیشه؟ ها؟ شیخ فری، حرف حسابت چیه؟ بله، همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشون بدید یک کشور در دنیا هست که توش پولشویی انجام نمیگیره. شما به من نشون بدید یک کشوری هست که توش مواد مخدر نیست. بله، تو دستگاه های حکومتی ما، ادارات ما، متاسفانه ممکنه گوشه و کناری رشوه ای هم باشه. نباید ناراحت شیم. یه خانواده بزرگ هستیم ما، 80 میلیون جمعیتیم. طبیعی است همه چیز درش هست. به این میگن حرف حساب. اصلا قضیه رو اینقدر طبیعی برگزار میکنه که آدم میمونه. البته راستم میگه، پولشویی توی حکومت آخوندی کاملا طبیعیه، نباید کسی بهش بر بخوره. هم اونا پول میشورن، هم اینا پول میشورن، مواد مخدر میارن، جنس قاچاق میبرن، همشون این کارن. اصلا چرا برخورد کنن؟ مشکل چیه؟ خدایا به مسئولین ما بصیرت موقعیت شناسی عنایت کن، این موقعیت رو بدونن. بعض از مسئولین همکار دولت و دستگاه اجرایی یکی بیاد بگه پولشویی در ایران هست، کد بده به دشمن برای که اونها روزی که خواستن تصمیم بگیرن علیه ما بگن به اقرار دستگاه های خود شما تو کشورتون پولشویی است، پس باید شما تحریم بشید. تا کجا و تا کی باید سیاست وادادگی در برابر غرب را ادامه دهید؟ ذلت تا کجا؟ تحقیر تا کجا؟ آها، پس مشکل این نیست که پولشویی توی نظام هست یا نیست، مشکل اینه که چرا این چیزها را علنی میکنید. اتفاقا علی لاریجانی هم در این زمینه همین حرف رو داره که پولشویی هست ولی نباید دربارش صحبت بشه. یه مسئله این است که آیا ما در کشور پولشویی داریم یا پولهای کثیف داریم؟ بله هست. من گاهی میبینم در رسانه ها برخی از مسئولین میان میگن فلان چیز قاچاق وجود دارد، دست بعضی ها هست، یه گرد هم میگن که معلوم نیست به کجا میخوره. این چه خاصه داره از نظر اطلاع رسانی؟ به هر حال این نکته ای که آقای ظریف گفتن البته یه مقدمه و مؤخره ای داشت. حالا این دومه رو نمیگفت بهتر بود. برای سیاست مدارا گاهی نکاتی هم میگن دیگه، میتونست این قسمت رو نگه. در نهایت این قضیه بالا گرفت و حتی بحث استیضاح ظریف هم مطرح شد. اما خودشون فهمیدن که این از اون آشای ته گرفته یه که هر چی بیشتر همش بزنی بوی سوختگیش بیشتر در میاد و خلاصه مشکلات نظام از این حادتره که با یک استیضاح حل بشه. طوفان که بیاید گریزی نیست. بی حاشیه عزیزان جان، مشکلات کشور با سینجین کردن و استیضاح دکتر ظریف تمام نمی شود یا فقط شو تبلیغاتی دلواپسانی است که تصمیم دارند که بالاخره کار جنایی کنند. جناح رقیب هم حرف آخرش اینه که با امضای FATF و این ادا ادفارها هیچ کس نظام ولایت رو توی جامعه جهانی تحویل نمیگیره. اگر بنا به عقب نشینی باشه باید نانستاپ تا تهش برم. اگه شما دنبال این هستید که بهانه ها رو از دست آمریکا بگیرید، باید جمهوری اسلامی رو بگیرید تا بهانه های آمریکا تمام بشه. اصلا خود آمریکایی که سریع اعلام کردن گفتن ما برجام، FATF، بعدش موشکی، بعدش حقوق بشر، بعدش حقوق زنان، بعدش ولایت فقیه، بعد حکومت اسلامی دینی و این. خب بهانه‌های آمریکاست دیگه. شما الان می‌خواد یک کیکین بهانه رو بگیرید تا بالاخره نظام مالی پولی دنیا با شما کار بکنه. حالا نهضت ادامه داره. بله، این همون درد بیدرمونیه که الان ولی فقیه و نظامش توش موندن. باز هر طرفی هم برن فنای کامل نظامشون رو توش می‌بینن. وضعیتی که این حکومت رو هر روز در مقابل مردم ضعیفتر و ضعیفتر میکنه.
وقت بخیر و خدا نگهدار.